وضعیت لیر ترکیه در ماه‌های آینده و سال آینده میلادی چی خواهد شد؟ آیا همچنان کاهش‌های سنگین تجربه می‌کنه یا نه قراره بالاخره به یه ثباتی برسه؟ این لیر ترکیه چه ارتباطی داره به سیاست‌گذاری‌هایی که دولت اردوغان انجام داد؟ لیر ترکیه چه ارتباطی به انتخابات داشت داخل ترکیه؟ خیلی از ایرانی‌ها داخل ترکیه خونه خریدن، زندگی می‌کنن، مهاجرت کردن یا مبدأ مهاجرت نهاییشونه و لیر ترکیه براشون خیلی مسئله است و خیلی مهمه و همواره می‌پرسن که آیا ما داراییمون رو تبدیل بکنیم به لیر یا همچنان صبر بکنیم. اینها سوالاتیه و مسائلیه که توی این ویدیو می‌خوایم بهش بپردازیم. درود بر شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو همونطور که بهتون گفتم می‌خوایم راجع به لیر صحبت بکنیم. لیر که تلفظش برای من یه مقدارم سخته، یکی از ارزاییه که خیلی مسئله دار بوده توی سالهای گذشته، خیلی افتای شدید رو تجربه کرده، اتفاقات عجیب غریبی رخ داده داخل کشور ترکیه و تأثیر گذاشته روی لیر و خیلی زندگی ما ایرانی‌ها، به ویژه اونایی که مهاجرت کردن یا قصد دارن از مبدأ ترکیه به مقصد کشورهای دیگه مهاجرت بکنن، مسئله لیر براشون مسئله است و برای همینم تحلیلش تحلیل مهمیه و بنا به درخواست شما ما می‌خوایم برای اولین بار لیر رو تحلیل بکنیم. برای اینکه بدونیم لیر در آینده چه مسیری رو خواهد رفت و چه اتفاقاتی براش رخ میده، باید قبلش بیایم و نگاه بکنیم ببینیم توی چند سال گذشته چه اتفاقاتی بر لیر گذشته و این به ما یک سرنخی رو بده برای اینکه بدونیم در آینده چه اتفاقی قراره برای لیر بیفته. و چون این اولین باره که ما میخوایم راجع به لیر مشخصا صحبت بکنیم، لازمه که حتما نگاهی به این رویدادهای گذشته داشته باشیم. داستان لیر، داستان غم‌انگیز لیر، از اونجایی شروع میشه که ترامپ همون موقعی که میخواست از برجام خارج بشه با ترکیه هم مشکل داشت و تو سال 2018 اومد و گفتش که آقا جان برای فولاد وارداتی و فلزات وارداتی از ترکیه ما باید تعرفه واردات وضع بکنیم و این کار رو انجام داد و همین مسئله باعث شد که اقتصاد ترکیه تحت تاثیر قرار بگیره. فلزات در اقتصاد ترکیه سهم زیادی رو به خودش اختصاص نداده، ولی به هر حال ما نمیتونیم بگیم که یه بخشی از اقتصاد دچار مشکل بشه بقیه بخش‌ها هیچ مشکلی برشون به وجود نمیاد و سهم فلزات هم به هر حال سهم قابل توجهی داخل اقتصاد ترکیه بود. این اولین اتفاقی بود که باعث شد ارزش لیر کم بشه. چرا؟ چون صادرات دچار مشکل میشد و دلار کمتری وارد کشور میشد. دلار کمتر وارد کشور بشه باعث میشه که ارزش پول کشور یک مقداری کاهش پیدا بکنه. من وقتی میگم دلار منظورم ارزه، توی این مورد مشخصا دلار به خاطر اینکه طرف آمریکایی هست. ترکیه برای سالهای زیادی یکی از مقاصد خوب برای سرمایه گذارها بود و سرمایه گذارها سرمایه‌های زیادی رو اونجا بردن، اما توی همین سال 2018 این جذابیت کم شد. جذابیت سرمایه گذاری یه سری شاخصهای اقتصادی داره که حالا من تو دوره اقتصاد بهتون گفتم و جداگونه باز هم بهتون خواهم گفت، ولی چون به بحث این ویدیو ارتباطی نداره سریع از روش رد میشم. جذابیت سرمایه گذاری توی ترکیه کم شد، در نتیجه سرمایه جدید کمتر اومد. سرمایه جدید که کمتر بیاد، همون اتفاقی که بهتون گفتم افتاد و باعث شد ارزش لیر کم بشه. اما این کاهش ارزش لیر یه نتیجه دیگه هم داره و اون اینکه توریسم رو تقویت میکنه. ترکیه که دید ارزش لیر اومده پایین، بلافاصله یک مقداری نرخ بهره رو برد بالا و از فکر میکنم از حدود 15 یا 17 درصد به بالای 20 درصد رسوندش. نرخ تورم شده بود 24%، نرخ بهره رو هم به همون عدد رسوندن و تونستن تا یه حد خوبی اثرات کاهش ارزش لیر رو مهار بکنن و حالا سرمایه گذاری توی بانک جذاب شده بود برای اقتصاد و در نتیجه سرمایه ها از تو دل کشور جمع شدن و خیلی حجم زیادشون اومدن داخل بانک ها. این اتفاق طبیعیه دیگه با نرخ بهره. حالا که این اتفاق افتاد و این سرمایه ها جمع شدن، اثر تورمی یه ذره کم شد. همزمان با کاهش ارزش لیر، صنعت توریسم و صادرات یه مقدار، صادرات بقیه کالاها یه مقداری تقویت شد و این تقویت شدنش باعث شد که خیلی خوب حالا توی یه وضعیت مناسبی قرار بگیره اقتصاد ترکیه. اما بعد از اون بود که اردوغان اومد و رئیس کل بانک مرکزی رو عوض کرد و کس دیگری رو در این منصب گماشت و همین مسئله باعث شد که سیگنال‌های اشتباهی بیاد داخل اقتصاد. سیگنال‌های چی؟ اردوغان می‌خواست که
نرخ بهره رو به صورت دستوری پایین نگه داره و این کار رو هم کرد. و وقتی شما نرخ بهره رو پایین میاری، یعنی جذابیت نگهداری پول نزد بانک‌ها رو کم می‌کنی و اثر تورمی رو تقویت می‌کنی. یعنی اون تورمی که هست اثرش خونسا نمیشه. نرخ بهره یه ضربه‌گیر تورمه. حالا ضربه‌گیر رو برداشتی و اثر تورم میاد توی اقتصاد. از اون طرف نرخ بهره بانکی وقتی کم بشه، یعنی که وام بانکی به صرف است. مثلا وقتی که نرخ تورم 24% و نرخ بهره بانکی 15%، یعنی شما پولی که از بانک بگیری برید تبدیلش بکنی به دلار، بریزی داخل بورس یا هر جای دیگه‌ای، یه مابه و تفاوت 15 تا 24%، یعنی 9% سود می‌کنی سالانه. یعنی میشه وام ارزان قیمت. و این باعث می‌شد که همین مسئله اتفاق بیفته داخل اقتصاد ترکیه. اما اردوغان می‌خواست که نه، حتما نرخ بهره بیاد پایین. چرا می‌خواست بیاد پایین؟ به خاطر اینکه پایین اومدن نرخ بهره یه حجم پول پاشی ایجاد میکنه. همین وام ها باعث ایجاد پول میشن. با سودوره اقتصاد اینو بهتون توضیح دادیم. این وام هایی که میدن پول داخل اقتصاد ایجاد میکنه، پول و اعتبار ایجاد میکنه و همین یک رونق کاذب ایجاد میکنه. رونقی که به تبع اون احتمالاً رشد اقتصادی رخ نمیده، چون کاملاً پایه پولی داره. و همین مسئله باعث شد که اقتصاد ترکیه باز هم نرخ تورمش بره بالاتر. چرا؟ چون پول بیشتری داخل اقتصاد به وجود اومده بود. یکی دیگه از دلایلی هم که اردوغان این کارو کرد به خاطر این بود که نمیخواست بورسش افت کنه. خواست هر جوری هست بورس بره بالا. خیلی جالب، اتفاقایی که توی ترکیه افتاده با توی ایران خیلی مشابه همه. و در نهایت دوباره باعث کاهش ارزش لیر و افزایش تورم شد. یه اتفاق دیگه هم در سال 2021 افتاد و تأثیر گذاشت روی لیر ترکیه. اردوغان به صورت ناگهانی تمام سفرهای غربی رو اخراج کرد و این باعث نااطمینانی داخل اقتصاد شد و گفتیم که نااطمینانی تاثیرات عمیقی میذاره روی اقتصاد، از جمله کاهش ارزش پول اون کشور. و این نااطمینانی باعث شد که دوباره ارزش لیر بیاد پایین. توی زمان کرونا و یه کمی بعد از اون توی اروپا نرخ بهره بالا رفته بود به خاطر اینکه بتونن اقتصاد رو تنظیم بکنن و همین باعث تقویت پول اونها شده بود. تقویت پول اونها یعنی که واردات به صرفه تره و در نتیجه ترکیه هم که یکی از صادرکننده های اصلی به اروپا هست از این مسئله سود خوبی برد. حالا بعد از کرونا این سیاست یه ذره تعدیل شد. کاری نداریم که بعدن دوباره بخشی از اون نرخ بهره رو بالا بردن، ولی این تعدیل سیاستی که اتفاق افتاد تاثیر منفی دوباره گذاشت روی اقتصاد ترکیه و حالا بازم لیر سقوط کرد که همه اینا روی نمودار خواهیم دید که چطوری مرحله به مرحله لیر فقط داره سقوط میکنه. در همین اثنا، در همین اتفاقاتی که داشت میافتاد، نرخ بهره به 60% رسید. 60% عدد خیلی بالاییه که ما هم تجربهش کردیم و اقتصاد رو خیلی بی‌ثبات میکنه. ولی باز هم اردوغان به این سیاست ادامه داد و تا قبل از انتخابات این سیاست رو در پیش گرفت که بانک‌ها پول بیشتری تزریق بکنن داخل بازار و همین مسئله باعث بشه که یک رونق کاذب ایجاد بشه. وقتی پول بیاد داخل بازار بالاخره سرمایه‌گذاری صورت می‌گیره. چرا؟ چون تقاضای مردم میره بالاتر، پس سرمایه‌گذاری به صرفه میشه. سرمایه‌گذاری بره بالاتر، این یعنی که اشتغال بیشتر، تازه ارزش پولم همزمان داره کم میشه، پس اشتغال ارزان‌تره و به صرفه‌تره و همین مسئله باعث میشه که مردم تو کوتاه‌مدت فکر کنن حالا درسته تورم بالاست، ولی نرخ تورم یه چیزیه که اقتصاددانا برای خودشون میگن و واقعا توی اقتصاد اونجوری تأثیر نمیذاره. پیش از پیروزی اردوغان توی انتخابات هم وزیر کار ترکیه نرخ دستمزد رو 30% افزایش داد و با این کارش محبوبیت اردوغان رو برد بالا و باعث شد که در نهایت اردوغان و حزبش انتخابات رو ببرن. محبوبیت رفت بالا ولی اتفاقایی در پی اون افتاده بود و قبل از اون افتاده بود که احتمالاً اثرش رو تا چند سالی روی اقتصاد ترکیه میذاره. اما اردوغان اینو میدونست که سیاستاش اشتباه بوده و دم انتخابات هم چاره ای نداشت که اون سیاستا رو حتی بیشترش بکنه. برای همین بلافاصله بعد از انتخابات تصمیم گرفت که نرخ بهره افزایش پیدا بکنه، رئیس کل جدیدی گذاشت روی بانک مرکزی و دخالتاشو کمتر کرد و این سیگنال مثبت داد به بازار و باعث شد که لیر با ثبات بشه. هنوز برای رشد لیر زوده و هنوز ما نمیتونیم بگیم که لیر قرار رشد بکنه، ولی چیزی رو که مسلمه و قطعا میدونیم اینه که لیر فعلا توی شرایط نسبتاً با ثباتی قرار گرفته. نرخ تورم همچنان تو کشور ترکیه بالاست. کشور ترکیه سالهای سال نرخ تورم خیلی بالاتری رو حتی تجربه کرده. نرخ تورم بالاست و فعلا هم بالا میمونه، اما با یه نرخ کاهنده و قراره که نرخ تورمشون مهار بشه و احتمالاً این باعث میشه که در کوتاه مدت این آهنگ کاهش
لیر کمتر بشه، سقوط‌های ناگهانی رو تجربه نکنه. حتی تا 80% هم توی یه مرحله ما دیدیم که ارزش لیر کم شد و این فاجعه است برای یه اقتصاد که البته ما تجربهش کردیم قبلا و میدونیم چقدر فاجعه است و چقدر زندگی‌ها رو نابود می‌کنه. ولی انتظارمون اینه که فعلا لیر توی یک شرایط با ارزش کاهشی، یعنی با روند کاهشی ولی نسبتاً با ثبات قرار بگیره و کاهشش اونقدر شدید نباشه. اگر بتونه اقتصادهای دیگر رو ترغیب بکنه که اونجا سرمایه گذاری بکنن و وامهاش رو هم پس بده، چون وامهای زیادی رو هم در این حین گرفته، احتمالاً اقتصادش تقویت میشه و این تقویت باعث میشه که لیر بیفته توی یک روند خونسا. ولی با وضعیت اقتصادی که فعلا ترکیه داره، انتظار کاهش شدید نرخ تورم رو فعلا نداریم، فعلا این انتظار رو نداریم. ولی ارزش لیر احتمالاً یک کاهنده باثبات میشه، یعنی خونسا به سمت کاهش رو فعلا برای ماهای آینده انتظار داریم. اثر کاهشی قبلی تا یه حد زیادی هم خونسا میشه، چون ما میدونیم بعد هر کاهش یه مقداری افزایش رو باید تجربه کنیم. حالا اون یه مقدار افزایش رو ما توی تحلیلمون لحاظ نمی‌کنیم، در اول اون کاهش رو، یعنی ما میایم یه میانگین میگیریم و اون کاهش رو کمتر در نظر میگیریم. پس لیر توی سال آینده همچنان کاهش، یعنی حداقل تا پایان سال خورشیدی خودمون انتظار داریم که همچنان کاهشی باشه، یکی دو مرحله افزایش هایی رو تجربه میکنه ولی ارزش قبلی خودش رو فعلا و احتمالاً هرگز باز نخواهد یافت. پس این تحلیل ماست برای چند ماه آینده تا پایان سال برای لیر و بعد از اون هم یه نگاهی دوباره روی نمودار خواهیم انداخت. منتها اینو بهتون بگم، کاملا لیر بستگی داره به وضعیت اقتصادی ترکیه. اقتصاد ترکیه بعد از جنگ اوکراین هم آسیبای جدی دید، به خاطر اینکه توریسم آسیب دید. انتظار داریم که امسال تا پایان سال خورشیدی خودمون جنگ اوکراین به یک نقطه‌ای برسه که احتمالاً اثرش خیلی کم میشه یا کلاً جنگش به پایان میرسه، و اگر به این نقطه برسه اون وقت لیر شروع میکنه یه مقداری از ارزش از دست رفتش رو باز میابه، یه مقداریشو، و اون آهنگ کاهشی کمتر میشه و اون نرخ تورم هم کمتر میشه. این وضعیت اقتصاد ترکیه است که فعلا توی چنین شرایطی قرار گرفته. من توی استوریام چند باری بهش اشاره کردم و اگر اتفاقی توی اقتصاد ترکیه بیفته حتما توی استوری براتون میذارم یا ویدیوهای کوتاه، ولی بذارید یه نگاه هم به نمودار بندازیم و بعد از این اگه لازم بود دوباره راجع به لیر با هم دیگه صحبت بکنیم. خب نمودار لیر ترکیه رو آوردیم، ترکیش لیرا بر دلار. میخوام ببینیم که وضعیتش نسبت به دلار چجوریه و وضعیت که چرس کنم. بذارید با هم دیگه نگاه بکنیم. این اتفاقیه که از ابتدای 2023 بیه، از ابتدای سال 2023 تا الان که داریم با هم صحبت میکنیم 30% از ارزش خودش رو از دست داد. البته 5% رو باز یافت. حالا چرا میگم 5%؟ چون اینجا نگاه بکنیم، یه 5% رو باز یافت، 5-6% و دوباره همون هم از دست داد. یعنی در مجموع 2% نسبت به کف قیمت خودش رشد کرده. البته رشد خوبیه، ما نمیتونیم این رشد رو ازش چشم پوشی بکنیم. این از ابتدای سال 2023. ما تحلیلمون الان گوشیم روی روزانه. بذارید بریم رو هفتگی ببینیم این چقدر از سال 2018 چقدر سقوط کرده، که ما صحبتامون رو از سال 2018 شروع کردیم. از این حدود در واقع میشه از سال 2018 تا این لحظه که داخلش هستیم، همونطور که میبینید 85% از ارزش خودش رو از دست داده. این سال 2018 و وضعیتش خیلی میبینیم که اسفناک بوده، خیلی اسفناک بوده و خیلی، حتی همون اولم که افت داشت شما نگاه بکنید یه افت 44% بود، بعد اینجاها یه افت مختصر بود، کم بود، ولی همون هم 67% افت داره. و بعد البته بذارید تا سال، آره از همین هم میتونیم در نظر بگیم 67% و بعدم دیدیم که چقدر. حالا ممکنه بگید که این 44% و 67% بیشتر از 100% میشه. ببینید چون درصد این خطکش رو که ما میذاریم از اینجا تا اینجا رو حساب میکنه برامون، از این عدد تا این عدد رو حساب میکنه و مقداری که افت کرده. حالا اگر ما مثال براتون میزنم، شما اگر از 100 تومن مثلا فرض کنید هر یه 100 تومن رو، عدد 100 رو ما بخوایم 40% رو کم بکنیم، 40% 100 میشه 60 باقی میمونه برامون، 40% کم میشه و 60 باقی میمونه. حالا اگر همون 60 رو بذارید، مثلا ماشین حساب رو بیارم، میخوایم مفهوم جا بیفته دیگه که دچار اشتباه نشیم که بتونیم تحلیل رو درست ببینیم. گفتیم که 100 رو اگر که ما این رو بیایم و ضرب بکنیم در
60%، یعنی 40% کم بشه و 60%ش رو، یعنی ضرب در 0.6 که بکنیم همون 60% میشه. میتونیم از علامت درصد استفاده کنیم یا میتونیم از این استفاده بکنیم. میبینیم که 60 باقی میمونه. حالا اگر 60% 60 رو بخوایم حساب بکنیم، یعنی 40% اگر بخواد کم بشه، اینجا میبینیم 36 باقی میمونه. ببینید عدد متفاوته. پس وقتی که اینجا ما میایم روی نمودار میگیم اینجا 40% نسبت به نقطه اولیه داره میده بهمون، اما اگر بخوایم ببینیم نسبت به روزهای اولش، نسبت به زمانی که افت شروع شده چقدر کاهش پیدا کرده چی، اول بیاید روندش رو با هم ببینیم. این سال 2018 17 14 اینجاها که با ثبات بوده، یعنی از سال 2001 با ثبات بوده تقریبا تا سال 2010، هر کندل نمایانگره یک هفته است. 2001 تا 2010 نسبتاً با ثبات بوده، حتی خیلی جا افزایش داشته ارزش پولشون و بعضی جا هم کاهش داشته، ولی در مجموع توی یک کانال خونسایی بوده. قبل از اونم خب افتای شدید، الان نگاه کنید افتای خیلی شدید رو تجربه کردی، یعنی از سال 1990 اگه بخواید حساب بکنید تا سال 2000 که یه ثبات نسبی رو تجربه میکنه همش کاهش بوده، یعنی حتی چند بار صفرها رو حذف کردن از واحد پول. شما نگاه بکنید مثلا تا اینجا 99% ارزشش رو از دست داده، ولی اون موضوع صحبت ما نیست. یعنی میخوام بهتون بگم که لیر کلن چیز ارزشمندی برای نگهداری نیست. چیزی که موضوع صحبت ماست چیه؟ اینه که ما بیایم و از این سالهای 2001 بیایم تا لحظه اکنون رو ببینیم. این سال 2001 من جمع و جورترش بکنم، این کنارمون سال 94 96 97 98 بذارید تا ببینیم. آره همین میشه. اینجا 2001 تا لحظه اکنون که 2023 هستیم، خب ببینیم چقدر افت کرده از سال 2001 تا 2023، یعنی توی این 22 سال 96% از ارزش پولش رو لیر از دست داده، که این افت ارزش هم در واقع از سال 2008 شروع میشه. یه مقدارش خودخواسته بوده، تقریبا هم با ثبات بوده. یعنی ما اگر منصفانه بخوایم بگیم اقتصاد ترکیه تقریبا از سال 2012-2013 شروع کرد افت کردن، اونم زمانی بود که دیگه گفتش که ما نمیخوایم بریم توی اتحادیه اروپا، دیگه اصلا کاری به اتحادیه اروپا نداریم، و از 2013 تا الان 94% از ارزش خودش رو از دست داده. و روند رو شما نگاه بکنین، از ابتدا از 990 نگاه کنین، روند کاهشیه، هرگز این روند افزایشی نبود. یه جاهایی یه زورایی زده که ثابت باشه، با ثبات باشه، ولی همیشه کاهشی. ریالم البته همینه. حالا این که ما اینو میگیم اصلا به این مفهوم نیست، چون بعضیا من میدونم که تعصبی دارن. اصلا هیچ تعصبی من مطلقاً روی هیچ چیز ندارم، یعنی غیر از زبان فارسی و کشورم هیچ چیزی نیستش که من تعصب داشته باشم توی این هیته. و میبینیم که چنین اتفاقاتی افتاده. و از سال 2018 اون اتفاق اصلی افتاده. اولم یه ذره اقتصاد اومده خودش رو باز یافته، ببینید افت کرد، همونطوری که بهتون توضیح دادم ارزش لیر افت کرد، ولی صادرات بقیه چیزا، یعنی اینجا با فولاد افت کرد، اینجا با بقیه چیزها خودش رو باز یافت. و بعد میبینیم که منتها اتفاقاتی افتاد و باعث شد که به صورت مداوم این روند کاهشی باشه. حالا ما ارزش لیر ترکیه رو نسبت به دلار سنجیدیم، بذارید بریم روی نمودار دیگه ارزش دلار نسبت به لیر ترکیه رو بسنجیم. چرا این کارو می‌خوایم بکنیم؟ برای اینکه ببینیم اگه مردم ترکیه یا ایرانیایی که مهاجرت کردن به ترکیه پولاشون رو به دلار نگه می‌داشتن توی چه وضعیتی بودن. خب این یکی نمودار رو از نرم افزار متا تریدر آوردم. نگاه بکنید ببینید از سالهای 2012 دلار چه جوری میره بالا، چقدر رشد، نگاه بکنید به صورت مداوم داره رشد می‌کنه، یعنی دقیقاً برعکس اون نموداری که دیدیم، مداوم رشد داشته و دلار همینطور ارزش خودش رو نسبت به لیر کشونده بالا. و این یعنی چی؟ یعنی فاجعه برای لیر. و می‌بینیم که الان هر یه دلار 26 لیره و مثلا یه زمانی یه دلار 2 لیر بوده و همینطور داره این اتفاق میفته و واقعا این اتفاق فاجعه باری برای اقتصاد، ولی اتفاقی که داره در هر صورت میفته. برگردیم به نمودار افت لیر ترکیه و بذارید اینجوری بهش نگاه بکنیم، بگیم که آقا یک زمانی بوده یه افتی داشته که اصلا تحلیل پذیر نیست انقدر این افت شدید بوده، ولی یه زمان نسبتاً با ثباتی رو طی کرده، یک افت شدیدی رو داشته، افت تقریبا بدون صعودی رو، یعنی نگاه کن این صعودام در حد درجا زدنه داشته، و الان به یک جایی رسیده که میبینیم من برگردم روی کندلای روزانه و حتی ساعتی هم شاید خوب باشه.
میبینیم که یهوی جامپ بزرگی زده رو به بالا. کاری نداریم که هر حرکت ناگهانی یه مقدارش برمیگرده همیشه. ولی این کندلای ناگهانی این شکلی معمولا خوشبینی ان توی اقتصاد. الان اینجا هم یه خوشبینی اتفاق افتاده توی لیر و باعث شده که لیر بره بالا و یه بخشی از خوشبینیش برگشته به خاطر اینکه نه اینکه خوشبینی از بین رفته، نه، به خاطر اینکه عامل اقتصادیش اونقدر زیاد نبوده. و الان دیگه وقتی که عامل‌های اقتصادی باعث میشن یه دوره احتمالاً 3 ساله، حداقل 3 ساله نسبتاً با ثبات رو لیر تجربه کنه، با این توضیح که این دوره نسبتاً با ثبات یه مقداری هم تنه به کاهش خواهد زد. یعنی ما افزایش این شکلی داریم ولی احتمال کاهش های مختصری رو هم داریم. این اتفاقاییه که داره برای لیر ترکیه میفته و سرمایه گذاری روی لیر رو من برای حداقل بازه زمانی کوتاه مدت تا میان مدت سرمایه گذاری معقولی نمیدونم. سرمایه گذاری در کشور ترکیه با سرمایه گذاری روی لیر فرق میکنه. شما از ما درخواست تحلیل لیر رو داشتید و ما لیر رو تقدیمتون کردیم. ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید. لطفاً لایک کنید. اگه سابسکرایب نکردید لطفاً سابسکرایب بکنید و حتماً هم رسانی بکنید و به دوستانتون برسونید این ویدیو رو که اونها هم از این تحلیل بهره مند بشن. دوستتون دارم. همیشه پرسود و پربرکت باشید. خدا نگهدار.